سلام به همگی، میسیز ریپورتر هستم به ایران تودی. خیلی خیلی خوش اومدین. عزیز دلید، عزیز جانید، شما واقعا دوستای خاص ما هستین. لطفا ما رو سابسکرایب بفرمایید و امروز هم ما رو بشنوید. امروز میخوایم راجع به کتککاری پرویز پرستویی با همسر رعنا آزادی بر سوژه رسانه ها شد با شما صحبت کنیم. البته یه بیوگرافی کوچولو راجع به خانم رعنا آزادی بر هم برای شما داریم. با ما همراه باشید عزیزان جان. ویدیویی از درگیری پرویز پرستویی با همسر رعنا آزادیبر در شبکه‌های مجازی منتشر شده که مربوط به فیلم سینمایی مارمولکه. کتککاری پرویز پرستویی با همسر رعنا آزادیبر سوژه رسانه‌ها شد که البته در ادامه این پست بخشی از فیلم سینمایی مارمولک رو خواهید دید. رعنا آزادیبر متولد 17 فروردین سال 62 در تهرانه، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی. رعنا آزادیبر با بازی در فیلم مارمولک کمال تبریزی در سال 82 فعالیت در سینما را آغاز کرد و با یک سال دوری از سینما با بازی در 3 فیلم در سال 84 موقعیت خودش رو در سینما تثبیت کرد. رعنا آزادیبر با بازی در فیلم پارکوی فریدون جیرانی در سال 85 برای بار نخست بازی در نقش اول رو به همراه نیما شاهرخشایی تجربه کرد. اون در فیلم درباره الی نقش همسر یکی از زوجهای جوان فیلم رو بازی میکنه که در داستان 3 روزه سفر این زوجها به شمال درگیر هستن و با بازی در این نقش در سیر داستان همپای سایر شخصیت‌های داستان با اتفاقات روبرو میشه. اما رعنا آزادیبر بازیگر جوان سینما فعالیت هنری خودش رو با بازی در فیلم مارمولک کمال تبریزی در سال 82 آغاز کرد. اون در فیلم نقش دختری رو داشت که در طی مسیر به همراه مادرش داخل کوپه رضا مارمولک در قطار بودن و دیالوگ هایی که در این بین برقرار شد پس از گذشت سالها هنوز ماندگاری. وی به شدت گزیده کار و محتاطه و در انتخاب نقش ها دقت کافی رو انجام میده. اون در جشنواره فیلم فجر سال 93 با 3 فیلم خانه دختر داره صبح میشه و این سیب هم برای تو حضور موفقی داشت که در فیلم خانه دختر نقش دختری رو ایفا میکنه که به دلیل سوء ظن خانواده همسرش به دوشیزه بودن او مسیر زندگیش عوض میشه. وی در جشنواره فیلم فجر سال 94 هم با فیلم خشم و هیاهو چهارمین تجربه کارگردانی هومن سیدی حاضر شد. اما خانم رعنا آزادیبر بازیگر نقش جمیله در فیلم محمد رسول الله به مناسبت اکران عمومی آخرین اثر مجید مجیدی نوشته است: همکاری با گروهی که در مقیاس جهانی معتبر هستند برای هر کسی تجربه فوق‌العاده است. شما به عنوان بازیگر وقتی مقابل دوربین فیلمبردار چیره دستی مثل فیلمبرداران محمد رسول الله می روید، نکاتی را تجربه می کنید و می آموزید که بی نظیر است. من این شانس را داشتم که مقابل دوربین برخی از فیلمبردارهای بزرگ سینمای ایران بازی کنم. اما وقتی پلانهای ثبت شده توسط آقای استرارو پخش شد، بیشتر شبیه تابلوهای زیبای نقاشی هستند. همکاری با این گروه بین المللی که همه با سوابق آنها آشنا هستیم برای من توأمان با ترس و لذت بود. خدا را شاکرم که در کارنامه با کارگردانهای همکاری کردم که همگی از بهترین‌های سینمای ایران هستند. اما چیزی که در مورد آقای مجیدی برایم جذاب بود این بود که ایشان به خوبی می‌دونستند قرار هر پلان رو چجوری اجرا کنن و در هدایت بازیگران و نحوه دکوپاژ کاملا با آگاهی سر صحنه حاضر می شدن. شیوه هدایت ایشون خیلی شیوه مستقیم و بی درد سری بود، با اینکه در برخی موارد زحمت بسیاری می کشید تا چیزی که مد نظر داره به خوبی اجرا بشه. تک تک پلان ها با تایید ایشان و حساسیت بسیار
فیلم برداری شد و من به عنوان بازیگر احساس میکردم مدام زیر ذره بین آقای مجید مجیدی قرار دارم و حتی یک حرکت انگشت بی جهت نمیتوانم داشته باشم و این بسیار به من احساس امنیت میداد. فرم لباس هایی که رعنا آزادی بر در جشنواره فجر 33 به تن داشت اغلب میتونست از اونها از اون دست فرم لباسایی باشه که در مجموعه عمومی نیز استفاده میکردن. او البته به نسبت قد بلندش از لباسای کوتاه‌تری استفاده میکرد. در این فستیوال معمولا در هر یک از لباسهای آزادی بر بخشی جذابیت و زیبایی وجود داشت، یا استفاده از پوتین خاص، یا استفاده از مانتویی که روی اون طراحی شده بود، استفاده از خطوط و طرح عمودی به بلندقدرتر دیده شدن اون در این دوره جشنواره کمک کرده بود. او در این سال با پوشیدن شنل علاوه بر این که باز راهی برای بلندقد نشون دادن خودش نشون بده، از لباس‌های بسیار زیبا استفاده می‌کرد. استفاده از شنل در بین بازیگران حاضر در 34مین دوره جشنواره فیلم فجر در سال بعد بیشتر رواج پیدا می‌کرد تا آزادی بر به عنوان به نوعی جاده صاف کن شنل پوششی داشت که در سینمای ایران وقتی که راه می‌رفت شنلشون روی زمین کشیده می‌شد. اما خب لباس های بسیار بسیار جذاب و زیبایی به تن دارن. عاطفه رضوی همسر حسین پاکدل با انتشار عکسی خبر ازدواج مهدی پاکدل رو با این عنوان که نوشته بود دوستتون دارم خصوصا کنار هم مبارکمون باشه، خبر ازدواج رعنا آزادی بر رو با مهدی پاکدل رسمی کرد. مهدی پاکدل با بهنوش طباطبایی در اسفند 89 ازدواج کرد. خبر جدا شدن اونا ابتدا از صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی شروع شد که حالا همه مردم دیگه از این جدایی مطلع شدن. اما ماجرا از این قرار بود که صفحه شخصی آقای پاکدل در اینستاگرام هک شد و همه عکسای دو نفریشون پاک شد. البته ایشون بعد از مدتی مالکیت صفحهشون رو پس گرفته بود، ولی همچنان خبری از عکسای خانوادگیشون نبود. از صفحه خانم طباطبایی هم در اقدامی ضربتی خودش همه عکسای دو نفرش با همسرش رو پاک کرده بود. چند وقت بعد هم روزنامه ایران با چاپ گزارش از نحوه جدایی این زوج مهر تاییدی به شایعه‌های جداییشون زد. اینطور که در روزنامه ایران آمده بود، بهنوش طباطبایی علاوه بر مهریه سنگین، سند شیشدانگ یک آپارتمان در شمال شهر رو پشت قباله سند ازدواجش انداخته و حتی حق تحصیل، کار و حق حضانت فرزند رو هم از همسرش گرفته بود. بهنوش طباطبایی بعد از جداییش نسبت به گذشته کمکار شد، ولی همچنان قوی و پر انرژی در سینما و تئاتر باقی هست و هنوز هم کار میکنه. او پس از جدایی در یک فیلم به نام زیر سقف دودی و تئاتر آینه های روبرو ظاهر شد و در مصاحبه‌ای هم گفت یکی از بعد از طلاقش تصمیم گرفته کمی بیشتر برای خودش وقت بگذاره، ولی سعی میکنه از این به بعد حضور فعالتری در عرصه هنر داشته باشه. فیلم لابی یکی از آخرین کارهای این بازیگره. سال گذشته انتشار یک عکس از مهدی پاکدل و رعنا آزادیور باعث گمانه‌زنی هایی درباره ازدواج این دو بازیگر در فضای مجازی به راه انداخت که حضور همزمان این دو بازیگر در مراسم تشییع و خاکسپاری استاد شجریان مجدد به این شایعات دامن زد. و البته با خبری که همسر آقای حسین پاکدل که ایشون هم از بازیگران خوب کشورمون هستن، پستی که گذاشتن این تمام این شایعات رو بهش دامن زدم و متوجه شدیم که آقای مهدی پاکدل ازدواج مجدد کردن با خانم رعنا آزادی بر. آرزوی خوشبختی براشون داریم، آرزوی خوشبختی برای همه مردممون داریم. امیدوارم دل تک تکتون خوش باشه. عزیزان دلم، عزیزان جانم، خیلی ممنون که امروز هم با ایران تودی همراه بودید و ما رو شنیدید. لطفا ما رو توی یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم همراهیمون کنیم، برامون کامنت های انرژی مثبت دار بذارید. کلی دوستتون داریم، سابسکرایب یادتون نره تا خبرهای بعد. بدرود عزیزان دل، عزیزان جان.